درود دوستان، من دکتر نجفی هستم از دیجی ماینر. امروز قصد دارم در خصوص ماینینگ اتریوم چند نکته رو خدمتتون اعلام بکنم و همچنین یک روشی رو برای انتخاب کارت گرافیک بهینه برای ماینینگ معرفی بکنم خدمتتون. خب همونطور که مستحضر هستین، بنیاد اتریوم قصد تغییر الگوی ماینینگ اتریوم رو داره و به زودی اتریوم از POW به POS انتقال پیدا میکنه. این به این معنیه که زمانی که اتریوم 2 کاملا پیاده سازی بشه دیگه قابل ماین نیستش. در حال حاضر سیستم ماینینگ اتریوم روش POW هست، Proof of Work. تو این روش خب توسط سرورها، دستگاه‌های ماینر و کارت‌های گرافیک با صرف انرژی زیاد ماینینگ انجام میشه و در ازای شبکه به شما پاداش رو پرداخت میکنه و این پاداش همون پاداش ماینینگ هست. خب این فرایند انرژی بری هست و سبب کند شدن شبکه اتریوم میشه و همچنین تراکنش ها رو بسیار گرون میکنه. به عنوان مثال شما الان بخواین یک مقدار کمی کوین شیبا رو انتقال بدین تو بستر ERC20 باید کلی هزینه 40-50 دلار هزینه ماینینگ اتریوم رو بدید. خب برای همین منظور قصد این رو دارن که حتماً سیستم POS رو پیاده سازی بکنن. طبق آمارهای رسمی که اعلام شده اتریوم 2 حد اکثر در اواسط سال 2023 اجرایی میشه، بنابراین ماینینگ اتریوم حد اکثر پیشبینی میشه که تا یک سال آینده ادامه پیدا بکنه. اما ریکای ماینینگ چه اتفاقی براشون میفته؟ خب الان ریکای ماینینگ بسیار زیادی تو دنیا در حال استفاده است. توی ایران هم همینطور ریکای ماینینگ زیادی سرمایه گذاری شده که با مصرف خب به نسبت خیلی بهینه و مصرف کم امکان ماینینگ رو به وجود آورده. این ریک ها خوبیشون اینه که چون از جی پی یو ها استفاده میکنن و جی پی یو ها یک پردازنده های عمومی هستن، بنابراین بعد از اتریوم 2 هم امکان ماینینگ کوین‌های متعددی وجود داره. خب برای اینکه ببینیم چه کوین‌هایی رو میتونیم ماین بکنیم، لازمش اینه که به یک سایت معتبر مراجعه بکنیم. خب معتبرترین سایتی که در زمینه درآمد ماینینگ و کوین های مختلف من در حال حاضر سراغ دارم و میدونم داده هایی که درش هست قابل اتکا هست، سایت واتو ماین هستش. خب برای اینکه وارد این سایت بشین، آدرس سایت هست www.watomine.com. وقتی که وارد سایت شدین، بخش های مختلفی داره این سایت. یک بخشش بخش جی پی یو هست، بخش ASIC هست، بخش دیگر بخش ASIC هست. تو بخش ASIC به الگوریتم هایی که دستگاه ماینر ASIC برای اون وجود داره پرداخته شده. انواع الگوریتم های مختلف مثل الگوریتم بیت کوین، الگوریتم لایت کوین یا دوج کوین و سایر الگوریتم ها مثل الگوریتم اکوی هش که مربوط هست به زد کش و سایر کوین ها و غیره. در بخش جی پی یو همونطور که ملاحظه میکنید قسمت بالایی سایت اختصاص پیدا کرده به انواع کارت‌های گرافیک رایج در بازار. اگر اینجا دکمه شومور رو بزنید نمونه های قدیمی تر رو هم نمایش میده. خب ببینید، فرض کنید که ما یک کارت گرافیک 580 داریم. شما این رو انتخاب میکنید، اینجا هم تعداد کارت گرافیک مد نظر شما هست رو قرار میدید. تو بخش بعد، تو بخش پایینی تمام الگوریتم هایی که اینجا موجود هست رو انتخاب میکنید و تو قسمت کاست هم دلار به ازای کیلووات رو قرار میدید. بعد از اینکه دکمه کلکولیت رو بزنید، سایت میاد
درآمدهای فعلی کارت رو به شما نشون میده. میگه که اگر اتریوم ماین کنید با الگوریتم اتهش، شما روزی 2.2 دلار پاداش خواهید گرفت که با کسر مبلغ برق 2.06 دلار به شما تعلق میگیره در روز. همچنین الگوریتم بعدی مربوط به RVN هست. ملاحظه میکنید که در حال حاضر 1.44 دلار به شما اختصاص خواهد گرفت و با کسر هزینه برق 1.23 دلار پاداش شما خواهد بود. به همین ترتیب کوین های مختلف با الگوریتم های مختلف اینجا درج شده. بنابراین نکته ای که مد نظرم بود که خدمت شما بگم، بعد از اتریوم هم کوین های زیادی در بازار وجود دارن که قابلیت ماین دارن توسط کارت های گرافیک، اما سوددهی این کوین ها بستگی پیدا میکنه به شرایط بازار در اون لحظه. فرض کنید اگر کوین RVN شرایطی پیش بیاد که ماینینگ اون گسترده بشه، احتمال اینکه قیمت اون تو بازار افزایش پیدا کنه هم زیاد میشه. همچنین کوینی مثل کوین اتریوم کلاسیک و سایر کوین هایی که تو بازار موجودن. بنابراین بعد از اتریوم هم ماینینگ با کارت های گرافیک سودآور خواهد بود و کارت های گرافیک امکان ماین کردن کوین های مختلفی رو برای ما به وجود آوردند. بنابراین نگرانی از این بابت وجود نخواهد داشت که اگر اتریوم روزی از سبد ماینینگ ما حذف بشه، دستگاه های ماینر ما بلا استفاده میشه. تو اون زمان خب با توجه به شرایط بازار و قیمت کوین ها و سختی شبکه تصمیم خواهیم گرفت که کدوم کوین رو ماین کنیم و کدوم به صرفه است برامون. بیش از 50 کوین قابلیت ماین دارن تو این لحظه و همینطور به این لیست ممکنه اضافه و کم بشه، در نوسان هستش. خب این یه موضوع. پس بنابراین حد اکثر زمانه ماینینگ اتریوم تا حدود 1.5 سال آینده خواهد بود، حد اکثر، شاید کمی کمتر بشه. اتریوم از POW به POS خواهد رفت و دیگه ماین نمیشه. این موضوع شماره یک. موضوع شماره دو، بعد از اینکه اتریوم از سبد ما خارج شد، کوین های مختلفی وجود داره برای ماین که در اون زمان با توجه به شرایط بازار ما تصمیم خواهیم گرفت که کدوم کوین رو ماین بکنیم و کدوم سودآور خواهد بود برامون. کوین های متعددی وجود داره. حالا میخواییم راجع به یک بحث دیگه ای صحبت کنیم با هم